وطنی چه پر معناست، چه پر افتخار است. وطنم ایران زیباست و سرشار است از تاریخ غنی و تمدنی باشکوه. نام ایران در تاریخ همواره با عظمت و بزرگی یاد شده، ولی امروز بازیچه کودتاچی کوچکی که وقتی 20 دقیقه وقت دارد تا از ایران بگوید، حتی یک کلمه از بزرگی و تمدن ایران خاطر یا زبانش نمی آید. به راستی که وطن فروشی احمدی دارد، زمانی که می توانی از دستاوردهای تاریخ ایران و ملت و سرزمین هم بگویی، تو در مورد دیگران می گویی. واقعا که وطن فروشی وقتی به جای عکس هموطنانت در خاک و خون کشیده نماد آزادی تو یک نفر خارجی است، وطن فروشی. هنگامی که به جای عذرخواهی از ملت بزرگ ایران در از کوچکی مخالفانت میزنی، وطن فروشی. زمانی که تاریخ کهن ایران را تمدن نمیدانی، زمانی که اشتباههای مکرر تو همراه متخصصان همراهت موجب میشود که آثار باستانی ایران به تزلزل پایند، چه کسی را میتوان وطن فروشتر از تو نامید؟ 20 دقیقه حرف زدی نه از ایران بلکه از فلسطین، 20 دقیقه حرف زدی نه از تاریخ ایران بلکه از تاریخ فلسطین. حرف زدی و مردم رفتن، از آمریکا تا لبنان همه رفتن. تو ماندی و سالونی خالی پر از دروغ. تو هیئت 120 نفره‌ای که از تعداد کسانی که در سازمان ملل به تو گوش می‌دادند بیشتر بودن. دستی شرم است هر وقت سوال از تو می‌کنم، تو نمونه‌ای از کشورهای دیگر می‌آیی. چه شرم‌آور از دیدن تو در سالن سازمان ملل خالی، آنجا که خاتمی برای ایران غرور آورد و تو برای ایران شهر. نه شرم داری و نه انسانیت که میلیون‌ها تن را در ایران کوچک می‌شماری و کشته شدن هموطنانت را یک دروغ. چه شرم‌آور است دادگاه بی‌وکیل را عدالتگاه می‌خوانی و خود را بی‌خبر از آن. شرم دارد که می‌گویی خارجیان به زندان‌هایت دسترسی دارند و تو هیچ نکردی. با بیشرمی وطن خود را به فلسطین فروختی و مردم خود را به مردم فلسطین. چه فروختی وطنت را که تنها ایرانی حاضر در جلسه پرسش و پاسخ را به بیرون کشیدی، کسی که باید او را در تاج سر خودت قرار میدادی. چه وطن فروشی که تنها حتی در اتاق بسته از همان حق سوال کردن از آن چه در ایران میگذرد را نداری و سوالها را از قبل به حاضران دیکته کردی، ولی با این حال دوربین‌ها را در جلسه راه ندادی تا صحنه‌های برخورد با ایرانیان جایی پخش نشود، ولی دروغ هیچ وقت پنهان نمی‌ماند. همانطور که دروغ انتخابات پنهان نماند، آنچه با مردم ایران در خیابان کردی پنهان نماند، در زندان‌ها شکنجه دادی پنهان نماند و تجاوزها هم آشکار شد. همانطور که در سازمان ملل پنهان نماند که هیچ کس تو را قبول ندارد، آنچه در جلسات خصوصی هم می‌گذرد پنهان نمی‌ماند. و امروز آشکار است برای تمام مردم که تو وطن فروشی و همچنان آنها همه با هم هستند. تو فردی پلید مثل تو نماینده کشورشون نباشد. آنها امروز ثابت کردند که تو رئیس جمهور ما نیستی.